سلام دوستانم، به کانال یام فکت خوش اومدید. جوجه کباب پس های حرفه‌ای میدونن که مزه جوجه کباب به موادی که گوشت مرغ قبل از کباب شدن توش خوابونده میشه بستگی زیادی داره. من در این ویدئوی آموزشی میخوام 4 روش مختلف مزه دار کردن جوجه کباب رو به شما آموزش بدم و شما طبق ذائقتون یکی از این روش ها رو انتخاب کنید. تا انتهای این ویدئوی آموزشی همراه من باشید. فیله مرغ 300 گرم، پیاز خرد شده نصف 1 عدد، پودر پاپریکا 1/2 قاشق غذاخوری، پودر فلفل قرمز 1/2 قاشق غذاخوری، پودر سیر 1/2 قاشق غذاخوری، پودر پیاز 1/2 قاشق غذاخوری، پودر گوجه 1/2 قاشق غذاخوری، زعفران دم کرده 1 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری، روغن مایع و یا روغن زیتون 2 قاشق غذاخوری. جوجه کباب مکزیکی ما آماده است. موش شعیر تلخ به میزان لازم و تا حدی که روی مواد رو بگیره. فیله مرغ 300 گرم، پیاز خرد شده نصف 1 عدد، پودر سیر 1/2 قاشق غذاخوری، پودر پیاز 1/2 قاشق غذاخوری، پودر گوجه 1/2 قاشق غذاخوری، پودر پاپریکا 1/2 قاشق غذاخوری، زعفران دم کرده 1 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری، روغن مایع و یا روغن زیتون 2 قاشق غذاخوری، ماست 1 قاشق غذاخوری، سس مایونز 1 قاشق غذاخوری.
جوجه کباب ما با دل سره بدون طعم مزه دار و آماده شد. فیله مرغ 300 گرم، پنیر دیپ 1 قاشق غذاخوری. پنیر دیپ رو از فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی میتونید تهیه کنید. لیموی تازه 1/2 عدد و اگر لیموی تازه در دسترس ندارید، آب لیمو 2 قاشق غذاخوری. پودر پاپریکا 1/2 قاشق غذاخوری. پودر فلفل قرمز 1/2 قاشق غذاخوری. پودر سیر 1/2 قاشق غذاخوری. پودر پیاز 1/2 قاشق غذاخوری. پودر گوجه 1/2 قاشق غذاخوری. زعفران دم کرده 1 قاشق غذاخوری. نمک 1 قاشق چایخوری. فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری. روغن مایه و یا روغن زیتون 2 قاشق غذاخوری. پیاز خرد شده 1/2 عدد. جوجه دیپ کبابی ما آماده است. جعفری و گشنیز ریز شده 1/2 پیمانه. فلفل دلمه‌ای ریز شده 1/2 عدد. لیموی تازه 1/2 عدد و اگر لیموی تازه در دسترس ندارید، آب لیمو 2 قاشق غذاخوری. فیله مرغ 300 گرم. پودر سیر 1/2 قاشق غذاخوری. پودر پیاز 1/2 قاشق غذاخوری. و در صورت تمایل پودر گوجه 1/2 قاشق غذاخوری. من در این فیلم آموزشی از پودر گوجه استفاده نکردم تا شما عزیزانم ترکیب زیبای سبزیجات با مرغ رو به خوبی ببینید. زعفران دم کرده 1 قاشق غذاخوری. نمک 1 قاشق چایخوری. فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری. روغن مایه و یا روغن زیتون 2 قاشق غذاخوری. پیاز خرد شده 1/2 عدد.
چند نکته مهم برای تهیه این جوجه ها وجود داره. نکته 1، اگر از بال و یا ران مرغ استفاده کردید، روغن رو حذف کنید. نکته 2، در همه 4 روش میتونید سس مایونز رو در صورت تمایل 1 قاشق غذاخوری اضافه کنید. نکته 3، این جوجه ها رو تا 24 ساعت در یخچال میتونید نگهداری کنید. نکته 4، مقدار ادویه ها رو میتونید کم و یا زیاد کنید ولی حذف نکنید. نکته 5، این جوجه های مزه‌دار شده رو علاوه بر طبیعت و در روی آتش در ماهیتابه بدون روغن در منزل هم میتونید درست کنید و نوش جان کنید. سپاسگزارم تا انتهای این ویدیوی آموزشی همراه من بودید. نظراتتون رو بگید، سوالاتتون رو بپرسید، حتما پاسخگو هستم و ممنونم که لایک هم یادتون نمیره. خدا نگهدار.